سلام عرض میکنم خدمت همه شما دنبال کنندگان عزیز، دوست داشتنی و گل گلاب کانال یوتیوب کلاب هاوس فارسی. امیدوارم حال همتون خوب باشه، سالم و سرحال و سلامت باشید با یه محتوا و ویدیو جدید دیگه در خدمت همه شما رفقای گل هستیم با مشتبه واحدی از کانال گفتگو تفاهم و مدارا در مورد قضیه دلار و قیمت های سرسام آوری که این روزها داره پشت پرده این داستان که مطمئنن همونطوری که خیلیاتون فکر میکنم بدونید سرش به باز هم باندهای فساد قدرت و ثروتی که به زعامت و رهبری علی خامنه‌ای در جای جای اقتصاد بیمار جمهوری اسلامی تشکیل شده، اقتصاد روبه موت جمهوری اسلامی تشکیل شده و هر جایی که قدم میگذاری ردی از علی خامنه‌ای و اعوان و انصار فاسدش پیدا میکنی. این قضیه دلار هم که اینطور به گرده مردم داره فشار میاره و اقتصاد ایران رو به مرز اضمحلال رسونده، باز هم وقتی جستجو میکنی و بین خطوط صحبتها و اسناد رو نگاه میکنی کاملا متوجه میشی که داستان چه هست. با مشتبه واحدی بررسی میکنیم این داستان دلار رو و پشت پرده بحران اخیر و ارتباطش با انقلاب نوین ملت ایران و تأثیری که ممکنه بر جنبش انقلابی مردم بگذاره. همچنین نقد کوتاهی هم نسبت به توییت مشترک چهره های شناخته شده و محبوب بین مردم مثل علی کریمی، حامد اسماعیلیون و دیگران که توییت مشترکی رو در شروع سال نو میلادی در توییتر منتشر کردن و خب محل بحث و گفتگوی بسیاری شد. در اون مورد هم صحبت میکنیم و امیدوارم که مورد رضایتتون واقع بشه. بریم و هم دیگه شروع بکنیم. اسناد و مدارک زیادی رو در حین صحبت‌های مهمانان خدمتون تقدیم خواهم کرد. بعضی اوقات هم سوالات رو خودم مطرح میکنم و آقای واحدی پاسخ میدن. عرض کردم دیشب تو برنامه های فلاحتی به اصطلاح های فریبرز کلانتری اینا یه سری افشاگری اینا انجام داد به اصطلاح کردن که این دولت که به اصطلاح این همه غارت اینا هست که آشکاره این همه سند وجود داره، ای وادی عزیز، اینا فردای آزادی همه این پولا امکان برگشتش با این متهمان به ایران هستش یا همینطوری بردن رو برای خودشون اشغال کنن و یعنی غارت کردن رفتن برای همیشه، یه امکان برگشتش هست؟ بستگی داره پولا کجا بره، در اختیاری که باشه. مگر الان حالا خود جمهوری اسلامی مثلا ادعا میکنه تلاش کرد پولهای آقای خاوری رو برگردن، موفق شد. دولت های خارجی خیلی دلشون برای من شما نسوخته، اگر پولی به عنوان سرمایه رفته باشه در کشورشون برگشتش خیلی ساده نیست. ضمن اینکه شما فکر نکنید که مثلا الان به نام سید علی حسینی خامنه ای پول توی فلان حساب لندن هست. من انقدر آدم دارن که اگه فردا شنید به نام سناتور آمریکایی پول دارن تعجب نکنید. من واقعیش از لحاظ نگاه سیاسی میگم خیلی امید ندارم. خیلی راحت به شما میگم با توجه به شرایط دنیا که وجود داره و سیستم مافیایی جمهوری اسلامی. اما در این حال با خودم فکر میکنم که حالا اینا همین الانش هم هرچی خوردن و بردن گروشون رو گم کنن، از فردا به نفع ملت ایرانه. به شخص عرض میکنم ممکنه بعضی از حقوقدانا، بعضی از وکلای برجسته بین‌المللی بتن راههایی پیدا کنن، ولی با توجه به اینکه عرض میکنم الزاماً پول به نفع به نام افراد خاصی که ما میشناسیم نیست، الزاماً اونطوری که فکر میکنیم ظاهرش ممکنه تا پولشویی نباشه، خیلی کارا میشه کرد در این دنیای پیچیده امروز. و بازم عرض میکنم وقتی سرمایه کلانی وارد کشور میشه ممکنه حتی صاحب پول شناسایی کنن، یه تیپا بزنن بیرون کنن، ولی پس گرفتن پول ها به نظر من میشه وعده داد. میشه مثل یه آقای بود که میگفتش که اگه رئیسی پاشو از ایران بذاره بیرون من دستگیرش میکنم، ولی دیدیم پاشو از ایران گذاشت بیرون، خیلی هم گذاشت بیرون ولی اتفاق هم نیفتاد. ما بعضی از وعده ها به مردم خودمون رو سرگرم کنیم، این امید به مردم میکنه که وقتی رفتن در دوره کوتاه میشه بسیاری از این خسارت ها رو جبران کرد. من به شخصه عرض میکنم، میگم حقوقدان نیستم، وکیل نیستم، خیلی نه که هیچ اطلاعی ندارم، ولی ترجیح میدم با شناخت سیاسی که از رفتار جمهوری اسلامی و رفتار کشور دیگه دارم بگم که خیلی امید ندارم اینکه بشه پولا رو برگردون. خیلی متشکرم. خب دوستان، سوال بعدی در مورد همین بحران دلار هستش
که جمهوری اسلامی خب خیلی ها بیان میکنن به واسطه کسری بودجه شگفت‌آوری که دولت دست به گریبانش از این روزها و از اونجایی که خب حجم اصلی و اساسی دلار دست دولت هست و خود دولت هرگاه که خب دلار کم به بازار تزریق کنه قیمتش میره بالا و هر وقت که بیشتر و مناسب تر توزیع کنه بین حالا صرافی ها این قیمت سرشکم میشه و الان حداقل وضعیتی مثل الان رو شاهد نیستیم. با توجه به این قضیه دلار و همینطور این قضایای بین المللی و به محاق رفتن برجام به واسطه به خصوص انقلاب نوین ملت ایران و برخورد و مشت آهنینی که جمهوری اسلامی در پیوند با مردم معترض و انقلابی داشت و همینطور احکام جنایتکارانه‌ای که این اواخر برای بعضی از مردم معترض و زندانی صادر کرد و دو نفر از اونها را هم اعدام کرد، با توجه به حجم تمام این اتفاقاتی که افتاده و باعث شده که در موقعیت سختی جمهوری اسلامی قرار بگیره، از آقای واحدی پرسش میشه که جمهوری اسلامی به واقع به دنبال چیست، به خصوص از این قضیه دلار و گران کردنش که همونطوری که عرض کردم دست دولت و خود جمهوری اسلامی است، چه هدفی رو جستجو میکنه. جمهوری اسلامی قبلا هم از این کارها کرده، ما حتی شاهد اعدام سلطان سکه بودیم، ولی روزی که سلطان سکه را اعدام کردن سکه 3 میلیون تومان بود، امروز بالای 20 میلیون تومانه. سلطان قیر اعدام کردن، یک دو سلطان دیگه هم اعدام کردن. تو همون بازی هم ببینید، من بارها گفتم هر تصمیم گیری که در جمهوری اسلامی میشه بدون استثناء، قضایی، سیاسی، نمیدونم اقتصادی، نظامی، حتما یک بخور بخورم پشتشه. حالا مثلا همین قصه مبارزه با ارز انجام میدن، تو این وسط بسیارش هم از خرده پاها، حالا یک بخشی هست که خود حکومت چپاول میکنه اموال مردم رو، یه بخشم الان من از یک سال پیش گفتم حکومت دست نیروهاشو باز گذاشته به خاطری که ریزش خیلی زیاده، کثیف‌ترین آدم‌ها رو به کار گرفتن در عرصه‌های مختلف و دستشون رو باز گذاشتن. اگر میبینید یک مأموری در میدان آرژانتین با اون خانم رفتار میکنه و بعد معاون هرجایی آقای رئیسی خانم خزلی میاد میگه نیرو انتظامی مظلوم واقع شد، اگر تجاوز در زندان ببینید، همه اینا این نیست که مثلا یک اشتباهی شده باشه، نه، کاملا آگاهانه حکومت دست نیروهاشو باز گذاشته برای اینکه تأمینشون کنه که بگه شما با من باشید هر غلطی میخوای بکن. حالا تو این قصه مطمئنم یکی از اتفاقاتی که میفته اینه که بسیار از این دستفروشای بدبخت بیچاره، یا مثلا دو تا صرافی پولاشون اصلا مشخص نمیشه کجا رفت، اینا قطعا به شما میگم که اینم یکی از در واقع ادوانتیجایی که برای ماموران امنیتی. اما وقتی بخوایم کلانترش نگاه کنیم، تو قصه اعدام سلطان سکه خبرها هست، همین آقای رحیمی مصاحبه کرده رئیس پلیس تهران، گفته ما سلطان سکه رو با 2500 کیلو سکه دستگیر کردیم. این مصاحبهش هست. دو گروه بزرگ و معروف رو هم ما به لطفا تو بازار سکه زدیم و اینها رو دستگیر کردیم که یکی از اونها که متاسفانه معروف است به سلطان سکه و هر کاری دلش میخواست در رابطه با سکه میکرد و هر جوری دلش میخواست سکه رو بالا و پایین میکرد، تقریبا 2 تن سکه رو جمع‌آوری کرد که در زمان توزیع در سال 96 که حالا اون فرد اسمش نمیبریم، حدود 2 تن سکه رو جمع‌آوری کرد و در زمان که لازم بود خودش این رو توضیح میکرد. نفرات این فرد تو بازار که راه میافتادن براشون مهم نبود قیمت سکه چقدره، باید همه سکه رو میخریدن، از تو بازار جمع میکردن میآوردن و بعدش هم دیگه قیمت سکه رو ایشون اجرا میکرد، در واقع تعیین میکرد، که این هم در یه کار بسیار اطلاعاتی بعد از 3-4 ماه تلاشی که ما کردیم، البته قبل از این یکی دو نفر از افراد این رو گرفتیم و خودش رو با تلاشی که عزیزان ما در پلیس آگاهی داشتن 2 شب گذشته در یک اقدام عملیاتی دستگیر کردم و الان با حکم قضایی در اختیار پلیس آگاهیه.
صوتی تصویری هم هست، نیست که بگن که حالا بعضی وقتا میگن که خبرنگار اشتباه ثبت کرده، مترجم اشتباه کرده. الان سرچ کنید بلافاصله میاد، حالا شاید من همین الان پیدا کنم براتون بزنم بالا شما ببینید. میگه ما سلطان سکه رو با 2500 کیلو سکه دستگیر کردیم. 2500 تا سکه، 2500 کیلو سکه میشه در حدود 250000 عدد سکه. هر سکه تقریبا 10 گرم، 10 گرمه. 250000 عدد سکه شما به نرخ همون موقع هم که 3 میلیون تومان بوده میشه 750 میلیارد تومان. خب دو روز بعد گفتن اصلا حتی یک دونه سکه همراه این آقا نبوده. باز برای چی اعدامش کردن؟ خب ببینید یه بخشی از کارها یک سری منافعی برای حالا منافع باندهای مافیایی یا ماموران مافیایی. اینم به خصوص تو یکی دو سال اخیر ماموران مافیایی هم دستشون باز گذاشته شده، از تجاوز تا دزدی خرده‌دزدی و کلان دزدی. ولی اگر اون اعدام سلطان سکه نتیجه بخش بود، گاز اشکاور بین دلار فروش هم مؤثره. ببینید اصولا در همه دولت ها از دولت آقای مهندس موسوی تا امروز نرخ دلار رو حتی در بازار آزاد دولت تعیین میکنه، البته نه که رو هوا باشه، دولت واقعا با و هر وقت تزییقات دولت بیشتر میشه خب نرخ دلار میره بالا، به خصوص در مواقعی که مثل الان که مشکل کسر بودجه هم دارن، با یک بالا پایین کردن همین دلار و سکه که در بازار خرید و فروش میشه که بخش عمدهش متعلق به خود دولته. این که یه نفر میره 2000 دلار تو بازار میخره که اصلا سرنوشت ساز نیست، یا الان ما به اون معنا که اصلا تجارت عمده نداریم یا سرمایه گذاری صنعتی و تجاری عمده نداریم که مصرف ارز بالا باشه، مصارف در حد مردم عادی ایناست که تو خام خرید و فروش میکنن، یه سری مصارفی هم هست که برای حالا خارج از کشور و داخل کشور و برای پولشویی و غیره و زالک. اما از دولت آقای مهندس موسوی که فرد بود اصلا مشهور بود محمد سیاه، دوره آقای احمدی‌نژاد جمشید بسم الله، این اسمی که حتما شنیدید دیگه، ایناش که حالا من تو ذهنم دارم، یا دوره آقای رفسنجانی اسمش یادم رفت، ولی میگم اصلا دولت آقای مهندس موسوی من یادمه محمد سیاه بود که نرخ، یعنی با یه سامسون دلار میاد تو بازار یک ساعت بعد قیمت دلار مشخص بود تو بازار چقدره. جمشید بسم الله، آقای احمدی نژاد و دیگران تا همین حالا که الان دیگه خود سپاه رسما این کارا رو انجام میده. این بازی کامل، یعنی که شما فکر کنید که مثلا قیمت دلار حالا واقعا در یک مکانیزم بازار آزاد تعیین میشه، اصلا اینطوری نیست. شما به من بفرمایید از یک هفته پیش تا امروز چه اتفاقی افتاده که دلاریش در حدود 20% رفته رو قیمتش؟ هیچ حادثه اتفاق نیفتاده، نه مصرف ارزی ویژه ایجاد شده، نه یک باره مثلا یه سوراخ پیدا شده همه ارز کشور دفع شده، نه پول خاصی در جای بلوکه شده، نه پول آزاد شده. بدونی که اتفاق خاصی بیفته، اینکه یک بار 20% قیمت دلار میره بالا، اینا هر کسی متوجه میشه که دست خودشون است. میگم بخشش برای اینکه تو همین خرید و فروش بخشی از ریالی که بازار هست جمع میکنن، کسی بودجه رو تامین میکنن و بازی میکنن، زمین که سرگرمی هم درست میکنن و نهایت همین که حالا دلار میشه 44 تومن، وقتی شد 37 تومن مردم یادشون میره که یه هفته میشه 34 تومن بود، خدا رحم شکر میکنن سیستم هم که وجود داره. اما من برداشت خودم اینه که جمهور اسلامی با توجه به پیغام پسخامایی که به نظر میرسه پشت پرده از طریق عمان با آمریکا داشتن، تصورش این بود که یک گشایشی در مسئله برجام حاصل میشه. با توجه به حرف دو پهلوی آقای جوزف بورل در اجلاس بغداد دو در عمان اردن، در عمان اردن، و پیغامی که یک بار دیدیم آقای مالی هم باز وردینگش عوض شد، مثلا یه ما پیش میگفتش که برجام جزء اولویت‌های ما نیست، دوباره چند روز پیش گفتش که برجام کماکان بهترین گزینه برای ماست و دیپلماسی بهترین مذاکره گزینه است. من گمان میکنم که جمهوری اسلامی دچار یک توهمی شد، برجام داره برمیگرده. تصورشون هم بود که بعد واقعا هم بود که اگه برجام برمیگشت حداقل یه تاثیر روانی حداقل چند روزی یا چند هفته‌ای داشته، دلار میواد پایین. اینا به گمان من تعمدن، یعنی برداشت خود من اینه که چون بازم تکرار می‌کنم هیچ اتفاق خاصی در بازار نیفتاد که قیمت دلار اینطوری بره بالا، به نظرم تعمدن خیلی بردن بالا به این امید که حالا برجام یوهو مثلا 15000 تومان قیمت دلار بیاد پایین، بره حتی زیر قیمتی که قبل از این دو سه هفته بود، مثلا بشه 29000 تومان، 28000 تومان، با همین مثلا قیمت 28500 تومانی که فرضین اعلام کرده به من ارز نیمایی. شما مستظرید که الان ارز بخش عمده از در بازار نیما تامین میشه. در بازار نیما حتما ما نرخ نیما رو تثبیت میکنیم روی نرخ 28500 تومان. تمام نیازهای کالاهای اساسی و همینطور نیازهای تولید کنندگان، ماشینالات، تجهیزات مورد نیاز رو با این نرخ در نیما تأمین خواهیم کرد. منابع ارزی کشور بسیار مطمئنه و کاملا ما میتونیم در این نرخ تأمین کنیم. که در واقع من شما اگه دقت کنید این 28500 تومانی که الان فرضین میگم همون 4200 تومان جهانگیره. یعنی عملا 7 برابر شده قیمت ارز نیمایی. خب
تصور من اینه که اینا فکر میکردن که برجام احیا میشه، یک شوکی به بازار وارد میشه، بعد حالا ممکنه یک گشایش نیمبندی هم ایجاد شه، خود اینا هم یه مقدار ارز میریزن تو بازار از ارزهایی که فراوان در اختیار دارن و یک بار یک تحول عمده در بازار ارز ایجاد میکنن، باعث حالا یه شوک مثبت به جامعه میشه، ممکنه خیلی از افراد حتی از مثلا این اعتراضات هم دست بکشن، میگن خب خدا رو شکر داره مسئله حل میشه. اما این وسط آلمان بازی رو به هم زد، نه فقط بحث تعاملات و بدبستان های تجاری رو معلق کرد، رسما اعلام کرد که ما به برجام نخواهیم پیوست. و خب میدونید که آلمان یکی از طرف های 5+1. نکته دیگه این که به گمانم تو این قصه جمهوری اسلامی نمیدونم چه جوری محاسبه کرده، این اصلا برای من قابل فهم نیست، بعد از سفر رئیس جمهور چین به عربستان و دو تا بیانیه که اونجا صادر شد، به نظر میرسه که چین هم الان دنبال اینه که خواسته کشور عربی محقق بشه و کشورهای عربی هم به هیئت مذاکره کننده بپیوندن، چیزی که قبلا اعراب درخواست میکردن به صورت سمبولیک بود. اما این دو تا بیانیه که به خصوص بیانیه‌ای که بیانیه مشترک با عربستان، هر دوش در عربستان صادر شد، ولی یکیش با شورای همکاری خلیج فارس بود و یکیش با دولت عربستان. در بیانیه دولت عربستان دو تا نکته وجود داره که نشون میده چین داره کنار اعراب میسته، یکی این که از ایران خواستن که در مسائل منطقه دخالت نکنه و یکی هم خواستن که به نگرانی‌های جامعه بین‌المللی در مورد فعالیت هسته‌ای پاسخ بده. این در واقع تأیید موضعی بود که تا به حال اعراب داشتن، کشور عربی داشتن و چین و روسیه تا حدود طرف ایران ایستاده بودن، الان پشتش رو خالی کردن. با توجه به این قصه به نظر من برجام، اصلا برجام سابق کاملا منتفیه، اگر قرار باشه برجامی باشه بحث فعالیت منطقه‌ای جمهوری اسلامی هم درش گنجونده میشه و کاملا ماهیت فرق می‌کنه. ولی من گمان می‌کنم با توجه به این حماقتی که در این سیستم وجود داره، شما را ممکنه میگه با این حرفا پس چرا جمهوری اسلامی کار کرد؟ ببینید سیستم با این حماقتی که یک آدم ابلهی مثل امیر عبداللهیان، یک آدم از خود راضی بی سوادی مثل محمد مرندی که حالا چون فقط انگلیسی بلده فکر کردن که میتونه مشاور هیئت مذاکره کننده باشه، که با اطمینان به خامنه‌ای گفته بودن که با توجه به وضعیت سرمای زمستان و وضعیت گاز در اروپا و آمریکا، یقینا اگه ما 2 ماه مذاکره را عقب بندازیم میان به ما التماس میکنن.
کشور ما رو تحریم و ظالمانی کرده، ولی واقعا مردم دنیا دارن چالش براشون پیش میاد تو تامین امنیت انرژیشون، بخصوص کشورهای اروپایی. آقای ثابتی، انشاءالله خدا به هممون عمر بده ببینیم امسال چه زمستان سختی در پیشه برای دنیا، بخصوص کشورهای وارد کننده انرژی، بخصوص اروپایی ها. خودشون دارن به خودشون ظلم میکنن، دولت ها دارن به مردمشون ظلم میکنن. من در کشور ما رو تحریم و ظالمانی کرد. خب آدمایی که اون حماقت کردن دوباره دیگه حماقت میکنن. یعنی تصورش این بود که الان یه شوک خودشون به بازار وارد کردن، دلار برن بالا، بعد با توجه به پیامی که در عمان رد و بدل کردن، همین 3 روز پیش امیر عبدالله رفت بود عمان، مثلا از آمریکا می چراغ سبز نسبی گرفته بودن، مذاکرات برجام احیاشو یکو مثلا 15000 تا انقدر دلار بیارن پایین. و این مثلا با این کار یک مقداری حواس ها رو تو جامعه پرت کردن که به نظر من کاملا موضوع شکست خورده، به هیچ وجه محقق نخواهد بود. ببینید اصلا بودجه نویسی در کشور ما چیز مسخره ایه. یعنی من الان یه چیز براتون، یه خبر براتون بخونم. ببینید اولا بودجه دو قسمت داره، یکی درآمد و یکی هزینه. من میخوام صحبت های آقای الیاس نادران رو در مجلس براتون بخونم در موقع تنظیم بودجه سال 1401. یه تیکش فقط براتون میخونم. در سال آینده باید روزانه صادرات نفت ما در سال آینده باید به روزانه 2,700,000 بشکه برسد که 1,400,000 بشکه سهم دولت و 1,300,000 بشکه سهم سایر بخش هاست. سایر بخش یعنی چی؟ یعنی شما یه دولت دارید نفت میفروشه، سی سایر بخش هم وجود داره که تقریبا، یعنی دولت 1,400,000 تا، سایر بخش هم 1,300,000 تا، که تازه 1,400,000 تای دولت هم با سپاه روش دست دارن. ولی حتی اگه فکر کنیم همین آماری که ایشون داره دقیقه، خب اون 1,300,000 تایی که سایر بخش ها میفروشن، اون سایر بخش ها کیان؟ به کی پاسخگو هستن؟ برای اینکه بدونید اصلا بودجه نویسی در کشورمون مسخره است، تمسخر خودشونه. در سال 97 فکر میکنم، یا 96 یا 97، بحث چپاول اموال مردم توسط مؤسسات مالی وابسته به سپاه مطرح شده بود. یه مشخص شد که پولی که مثلا چند سال قبلش از مردم گرفته بودن، خود پول بدون توجه به کاهش ارزش پول، بدون توجه به تورم، 35,000 میلیارد تومان رقم بود. دولت آقای روحانی با دستور آقای خامنه ای مبلغ رو پرداخت کرد. شما بهم بفرمایید این مبلغ کجای بودجه نوشته شده بود؟ 35,000 میلیارد تومان. یا همین 30 چند میلیارد دلار، 30 میلیارد دلاری که آقای فلاحت پیشه اشاره کردن که در سوریه خرج شده، کجای بودجه دیده شده؟ زمانی که به سوریه رفتم بنده بازم بهم گفتن هزینه دار، یه عده گفتن هزینه درست کردی، ولی بازم تکرار میکنم ما شاید 20 تا 30 میلیارد دلار پول به سوریه دادیم، باید از سوریه پس بگیریم. هر پول این ملت اونجا هزینه شده. و زمانی هم موضوع FATF مطرح شد، بنده حق شرطهای قوی رو اونجا مطرح کردم، مثلا حمایت از گروه های مقاومت و غیره رو درش گنجوندیم. ولی در اونجا اصل اساسی که بنده دنبال کردم این است که ملت باید بدونن پولشون کجا هزینه میشه. اشاره گذاشته 7,000 میلیارد دلار، 7,000 میلیارد دلار امریکایی تو منطقه هر کردن، شاید نزدیک به 17 میلیارد دلار تمام خزینه هایی که از دیپلماسی گرفته تا کار فرهنگی گرفته تا به سر کار دفاعی گرفته تا کار امنیتی گرفته، همه اینا خرج داشته برای ما. ما شاید 20 تا 30 میلیارد دلار پول به سوریه دادیم، باید از سوریه پس بگیریم. حد پول این ملت اونجا هزینه شده. كان اللقاء الأول مع الشهيد قاسم سليماني بعد أن تسلمت وزارة الخارجية في 2006، وكانت النتيجة أن القرار كان فوري، وكنت على موعد في اليوم الثاني للسفر في الطائرة، فوجدت 22 مليون دولار في عقائب موجودة في المطار. طالما بإيران في فلوس يعني نحن في عندنا فلوس. یا 35 میلیارد دلاری که آقای ظریف گفتش که ما به یه نفر دادیم برای اینکه تحریم ها رو دور بزنه، در کجای بودجه دیده شده؟ از کجا برداشته شده؟ به کی داده شده؟ ما در واقع 35 میلیارد دلار به یک عبارتی ما مجبور شدیم در اختیار کسانی قرار بدیم که معلوم نیست الان کجاست، اون پول معلوم نیست کجاست، برای اینکه بتونن تحریم ها رو دور بزنن. I mean there are always ways of going around the sanctions. We have a PhD in that area. اصلا چیزی اونم بودجه وجود نداره، اما چون پول مقدس جمهوری اسلامی برکت داره، همه بهش طمع دارن. لابیست جمهوری اسلامی در خارج از کشور بهش طمع داره،
فلان کس میره ادعا میکنه خسارت میخواد، از همین پول میخواد بگیره، حزب الله لبنان پول میخواد، حوثی پول میخواد، نمیدونم دیگه. حالا این چیزی که روزا در بعضی از محاکم خارج از کشورم رایج هست که درخواست پول میکنن، ظاهرا اشکال در برکت این پوله و مقدس همه دنبالشن. اما تنها چیزی که وجود نداره، شما مطمئن باشید، نه بودجه نویسی وجود داره در سیستم جمهوری اسلامی و بودجه هم نوشته بشه اصلا توجه نمیشه. تنها قسمتی از بودجه که خیلی خوب عمل میشه بودجه حوزه های علمیه و سازمان تبلیغات و نمیدونم این اراجیفه، بقیه‌اش اصلا میگم عرض میکنم من دو سه نمونه بزرگ به شما گفتم، یعنی 35000 میلیارد تومان، 30 میلیارد دلار هزینه در سوریه و 35 میلیارد دلاری که آقای ظریف گفتش که ما دادیم به یک نفر برای دور زدن تحریم ها. خب شما یه نفر میتونه به من بگه که این پول از کدام منبع درآمدی برداشت شده؟ خب وقتی شما از یه منبع درآمدی پول برمیداری در یک جای هزینه پول کم میاری، باید مشخص بشه. یا همین که این آقا میگه 1,400,000 بشکه در روز دولت نفت قرار بفروشه، 1,300,000 سایر بخشا. مثلا شما میتونید مجسم کنید که مثلا ما یه دولت داریم یه سایر بخشا هم داریم که اصلا اسمش نمیشه گفت. با این وضعیت این اصلا ما که فکر کنیم ما بودجه داریم و بعد بر اساس بودجه قانون گذاری، بر اساس قانون بودجه مثلا نرخ ارز تثبیت میشه یا شناور میشه، اینا همش جوکه. و این کاری هم که عرض میکنم باز برگردم به حرف اولم، این که ریختن گاز اشکاور زدن از اعدام سلطان سکه که بالاتر نیست دیگه. با اعدام سلطان سکه تنها خواست اتفاقی که افتاد، خوش به حال اونایی که 250,000 عدد سکه رو هپله هپو کردن و آخرش هم کسی نفهمید چی، یعنی به نرخ اون روز 750 میلیارد تومان. خیلی متشکرم. خب دوستان، من تحلیلی هم از مهدی مهتبی آزاد دیدم در ارتباط با همین قضایای دلار و خب وضعیت اسفناک اقتصادی که در راستای تحلیل های مشتبه واحدی بود و خب خیلی مفید بود و فکر کردم که خالی از لطف نیست با هم دیگه بریم تحلیل مهدی مهتبی آزاد رو هم گوش بکنیم و پس از اون ادامه اتاق رو داشته باشیم. ما چیزی داریم به نام بیکاری، یک شاخص درصد تو ایران یا همه جای دنیا میتونید بگید، یه شاخصی داریم به نام تورم، خیلی راجبش میشه همه جا حرف زد. اون تا موقعی که بیکاری و تورم رو جمع میذارن، یعنی یک شرایط ترکیبی، یک بحران ترکیبی هست، اقتصاددان اسمش رو میذارن شاخص فلاکت یا میزر ایندکس. راجبش تو ایران صحبت کردیم که ایران الان یکی از بدترین وضعیت ها در دنیا رو داره. منظورم این هستش که بعضی وقتا مشکل شما یکی هست، وقتی بعضی وقتا اما مشکل موقعی پیچیده میشه، چندین بحران رو دوشتون حس میکنید، دیگه فقط مسئله فقر بیچ یا مشکل یک مشکل نیست، انبوهی از بحران هست که ممکن کمر شما رو خم بکنه و این الان شرایط امروز جامعه ایران هست. بحران اقتصادی که هفته که جامعه رو برده زیر خط فقر مطلق، در تامین پروتئین نشون دچار مشکل هستن. این بحران اقتصادی فقط یکی از ابعاد بحران هست. موقعی اینو شما ترکیب کنید با ناامیدی از آینده، اینکه دورنمایی وجود نداره حکومت خوش عوض کنه، ترکیب کنید با فشار اجتماعی، با ناامنی که زنا حس میکنن سر نمیدونم گشت ارشاد گرفتن پلیس، ترکیب کنید با فساد، با فاصله طبقاتی عظیمی که وجود داره، و بعد با قوانین ایدئولوژیک، بعد ترکیبش کنید با دیکتاتوری، استبداد، اینترنت نداره، یه فیلم نمیتونی ببینی، یه موسیقی، ببینید مجموعه اینا رو ترکیب بکنید، اون موقع به این نتیجه میرسید که چرا ایران 1401 بالاترین شاخص در واقع سقوط آزاد رشد جمعیت رو داشته. یعنی در تاریخ اونجا که من میگم از بعد از جنگ جهانی دوم چین آماری ثبت نشده کشوری اینچنین سقوط آزاد بکنه، نرخ باروری در اون، یا نرخ در واقع تمایل به رشد جمعیت یا فرزند آوری در بین زوج‌های جوان، در واقع شاخص اصلی این هست. واقعیت است که بحران اقتصادی یک بحران هست، ترکیب اینها باعث شده که ایران الان یکی از بدترین نقاط روی زمین تبدیل بشه. ایرانی که بالقوه یکی از ثروتمندترین زیباترین کشورها هست، واقعیت است که مجموع شرایط اجتماعی اقتصادیش تبدیلش کرده به یکی از سخت‌ترین شرایط امروز در کره زمین. این شرایطی که امروز ایران داره مسئله فقر نیست، برای همین هم است که آسیب‌هایی داره جامعه ایران می‌خوره که بعضی شاید ده‌ها سال زمان ببره بتونید شما اصلاحش بکنید. یک سری از تبعات مستقیم کلاسیک این نوع فقر، این نوع فشار اقتصادی، این نوع فشار سیاه اقتصادی رو خب هممون می‌شناسیم. افزایش جرم جنایت رو می‌دونیم، افزایش درگیری خیابانی رو می‌دونیم، بالا رفتن شاخص سرقت رو می‌دونیم. این روش‌های پیچیده‌ای که الان توی سرقت شما در ایران می‌بینید، از کیف زنی بگیرید تا نمی‌دونم کیف قاپی بگیرید تا موبایل دزدیدن و غیره، اینا رو شما خب شاخصش رو می‌بینید. اینا به هر حال یکی از تبعات فقر هست. اعتیاد رو باز ما می‌بینیم. شاخص‌های
های ثانویه فقر رو هم باز همه میبینیم، افزایش مثلا طلاق، افزایش بحران های اجتماعی و چیزایی که تو این زمینه باز دوباره به چشم میاد. منتها بعضی از تبعات این نوع فشارهای اجتماعی اقتصادی واقعی است که به چشم نمیاد به همه. نظام پزشکی زمانی اعلام میکرد که یک سوم جامعه ایران، بیش از 30% جامعه ایران روی جورایی روی طیف شیزوفرنی هست. این یکی از مقامات وقت شورای عالی نظام پزشکی گفت و هیچ گام کسی تکذیبش نکرد. در مورد آمار افسردگی چیزایی که گفته میشه اصلا تکان دهنده است. مجموع این شرایط بله ایران نه تنها بحران عظیم اقتصادی رو داره تجربه میکنه، یک ترومای عظیم اجتماعی رو تجربه میکنه و دهه ها طول خواهد کشید این بحران از سر نسل جوان ما بگذره و اونها فراموش کنه. اگه اشتباه نکنم 2-3 روز یا 3-4 روز پیش بود که وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به کشور عمان سفر کرد و اونجا مثل اینکه حالا چند خیلی جزئیاتش بروز پیدا نکرده، جزئیات گفتمانش، گفتگوش بین گفتگویی که بین ایران و آمریکا شکل گرفته، منتها اینکه چه اتفاقی اونجا داره میفته و اینکه عمان همیشه نقش خب واسطه و میانجیگری بین جمهوری اسلامی و آمریکا رو داشته، خواستم ببینم که تحلیل آقای وایلی چیه، این مذاکرات اونجا به چه نتیجه خواهد رسید، آیا تأثیری در بقای جمهوری اسلامی داره یا نداره، و یا اینکه اصلا این مذاکرات به سرانجام میرسه در عمان یا خیر. سوالم از آقای وایلی این بود. من عرض کردم به نظرم مذاکرات عمان هم حالا یه تلاش، اینکه تلاش موفقه یا ناموفق نمیدونم، ولی تلاش جمهوری اسلامی که جز آخرین زوراشو داره میزنه، برخلاف تمام دروشگویایی که کردن، حرفایی که زدن، دارن تلاش می‌کنن عمان رو واسطه کنن برای مذاکره با آمریکا. یعنی این رفتن به عمان فقط برای آمریکاست. برای مذاکره با اروپایی‌ها که مشکل نداشتن، آقای امیر عبداللهیان در اردن با جوزف بورر ملاقات کرد و البته اون ملاقات هم به نظر من خیلی کارساز نبود، برای اینکه بیانیه‌ای که چه عرض کنم، توییتی که جوزف بورر زد دقیقا مشخصه، به شدت محکوم کرده بود همکاری ایران با روسیه به خاطر جنایت در اوکراین و کشتار مردم در خیابان‌های ایران رو محکوم کرده بود. در ضمن گفت البته ما معتقدیم که باید مبنای مذاکرات وین برای مذاکرات هسته‌ای وجود داشته باشه، اما همه کسانی که توییت آقای جوزف بورر رو خوندن تحلیلشون بود که اون دو بند پیش شرط مذاکرات هسته‌ایه. اما نکته‌ای که هست این که رفتن سراغ آمریکا، قبلا من چند بارم گفتم، ببینید آقای حسن روحانی که در دولت آقای خاتمی مسئول مذاکرات هسته‌ای بود، یعنی در همون دو سال اول مذاکرات هسته‌ای، در مرداد ماه سال 84 در روزهای پایانی مسئولیت خودش به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی که منصوب آقای خاتمی بود، یک گزارش برای آقای خاتمی نوشته از روند مذاکرات هسته‌ای و یک پاراگراف بسیار حیاتی در اونجا هست. خیلی با صراحت میگه که ما مشکلمون رو اگر با آمریکا حل نکنیم، مذاکره با اروپایی به هیچ جا نخواهد رسید. ما باید بریم مشکل با آمریکا حل کنیم. این روز سال 84 آقای روحانی در گزارشی که برای خاتمی به عنوان گزارش پایان کارش نوشته بود، در روزهای پایانی ریاست جمهوری آقای خاتمی، و رونوشتم برای آقای خامنه‌ای زده بود. خب اینو ظاهرا آقای خامنه‌ای خیلی جدی نگرفت، احمدی نژاد که اومد زد زیر میز و همه چیو به هم زد. تا سال 91، یعنی 7 سال به همین روند ادامه دارن. سال 91 فهمیدن نه، این تو بمیر از اون تو بمیر نیست، که در سال 95 آقای صالحی افشا کرد که مذاکراتی با آمریکا به صورت غیر رسمی از با وساطت عمان انجام می‌شده، که بعد خود خامنه‌ای وقتی که آقای صالحی اومد گفت اینم نبود که صالحی از دانش در بره، قصه این بود که حالا مذاکرات هسته‌ای به برجام منتهی شده بود و طرفداران آقای روحانی داشتن خیلی رقص و پایکوبی می‌کردن که دیدید کاری که احمدی نژاد نتونست بکنه روحانی کرد. به نظرم با دستور خود خامنه‌ای آقای صالحی اومد افشا کرد که مشخص شه دستور مذاکرات جدید و ریل گذاری جدید مذاکرات هسته‌ای رو خود خامنه‌ای داده، در زمان دولت احمدی نژاد هم داده، حتی بدون خبر احمدی نژاد صالحی مستقیم از طرف خامنه‌ای مذاکره می‌کرد، که بعد از اینکه صالحی اینا رو افشا کرد، خود خامنه‌ای هم در سخنرانی گفتش که یکی از محترمین منطقه برای من پیغامی فرستاد و من اجازه دادم و رفتم مذاکره. حالا کاری ندارم. بالاخره دوباره استفسار شد و بعد دیگه چیز شد و بالاخره 2-3 ماه طول کشید که ما بار اول بریم. شما مجسم بکنید دو سه بار چی طول کشید که بریم؟ که ما بریم با آمریکا بشینیم مذاکره بکنیم دیگه. آمریکایی‌ها فکر کردن اصلا ما دروغ میگیم، یعنی ما قبلا گفته بودیم آقا ما مجوز گرفتیم که بیایم صحبت بکنیم، اونا منتظر بودن، ولی چون که طول کشید فکر کردن که اصلا همه صحبت‌ها چیز بوده. تا بالاخره رفتیم و کاری ندارم.
دو تا مذاکره کردیم، یک سال طول کشید واسه دو تا مذاکره. شما ببینید که ما هماهنگ بکنیم. بار دوم خب باز نمیذاشتن و دیگه اینجا نمیتونید بگید با اختیارات خود احساس کنم که وزیر خارجه، بالاخره وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران یه اختیاراتی حتما داره دیگه، گفتم برید دیگه، فایده ای نداره دیگه. رفتن و خوشبختانه منجر به این شد که اینها اصل غنی‌سازی ما رو گفتن به رسمیت میشناسیم، شما هم نگرانی‌های ما رو برطرف کنید. این گفتیم تبدیل به یک امر رسمی بشه. خب ما چون که هنوز داشتیم با آمریکایی‌ها صحبت می‌کردیم، آمریکا با اس بره با پنج به علاوه، یعنی با بقیه اعضا اون توافقی که با ما کرده بقیه اعضا هم چیکار بکنن توافقشون رو جلب بکنن، این دیگه مسئولیت آمریکا بود. ولی می‌دونستیم که اگر آمریکا پذیرفت دیگه بقیه مشکلی نداره، که دیگه خورد به آستانه انتخابات ما آخر 91 که دیگه از دفتر حضرت آقا تماس گرفتن، گفتن بقیه ادامه مذاکره رو بذارید واسه دولت بعدی. این مذاکراتی که در واقع فراتر از مذاکرات یک ما با پنج به علاوه یک هست، مذاکره با آمریکایی هاست، متقاضی این مذاکرات آمریکایی ها بودن، مربوط به زمان دولت دهم هم هست. قبل از آمدن این دولت این مذاکرات شروع شد. اونها درخواست کردند، واسطه ای قرار دادن، یکی از محترمین منطقه آمد اینجا با من ملاقات کرد، گفت که رئیس جمهور آمریکا با او تماس گرفته، از او خواهش کرده و گفته که ما میخواهیم مسئله هسته‌ای رو با ایران حل و فصل کنیم و تحریم ها رو میخواهیم برداریم. دو نقطه اساسی در حرف او وجود داشتی، که این که گفت ما ایران رو به عنوان یک قدرت منطقه‌ای، یک قدرت هسته‌ای خواهیم شناخت، دوم این که گفت ما تحریم ها رو در ظرف 6 ماه برمیداریم. به تدریج در ظرف 6 ماه تحریم ها رو برمیداریم، بیایید بشینید مذاکره کنید، این کار انجام بگیره. من به اون شخص محترم، واسطه محترم، گفتم ما به آمریکایی‌ها اطمینانی نداریم، اونا به حرف اینا اطمینانی نیست. او حالا امتحان کنید. خودی بخیر این دفعه هم امتحان میکن. مذاکرات اینجوری شروع شد. همون روندی که در واقع اون نکته‌ای که سال 84 آقای روحانی در گزارشش به آقای خاتمی داده بود، عملاً سال 91 خامنه‌ای در برابرش تسلیم شد و مذاکره کردن. از اواخر سال 90 تا تقریباً شهریور 91، که شهریور 91 با توجه به نزدیک بودن انتخابات آمریکا و انتخابات ایران، طرفین توافق کردن متوقف بشه تا مذاکرات، ولی زمینه سازی شده بود. در اون مذاکرات حالا بعدها مشخص شد که اصلا حتی بر روی شخص روحانی تفاهم شده بود، با توجه که روحانی سابقه مذاکرات اصلی داشت و غربی ها بهش اعتماد داشتن، توافق شده بود که کسی مثل روحانی رئیس جمهور بشه و تمام بازی ها طراحی شد برای اینکه روحانی رئیس جمهور بشه. حالا مردم هم فکر کردن خودشون رأی دادن، حتی مردم رأی دادن، ولی زمینه چینی طوری شده بود که مردم فکر کردن اونا رأی دادن، در حالی که اصلا بازی خود خامنه ای بود. یه جور هم رفتار کردن که اصلا آقای خامنه ای موافق نبوده. حالا همون بازی رو میخوان تکرار کنم، تا این دفعه از این بر، یعنی اون بار ظاهرا درست میگفتن که آمریکایی‌ها پیغام فرستاده بودن که بیاید مذاکره کنیم، دولت اوباما بود. الان برعکس، جمهوری اسلامی رفته دوباره میخواد عمان رو واسطه کنه، اما نه عمان دیگه عمان اون موقع است به لحاظ اعتبار بین المللی، نه شرایط جمهوری اسلامی در حتی در افکار عمومی آمریکایی طوری که دولت آمریکا ریسک کنه باشه بخواد مذاکره به اون معنا بکنه. در چارچوب برجام ممکنه، اما مذاکره طرفینی با جمهوری اسلامی به نظر من انقدر آن هزینش بالاست که آمریکا این کارو نمی‌کنه. من تصور می‌کنم این سفر آقای امیر عبداللهیان به عمان دستاوردی نداشته و نتیجه هم به نظر من نخواهد داشت. امین صوفیا مهر، کارشناس روابط بین الملل از ایندیانا همراه ما هستن. خیلی خوش آمدین آقای صوفیا مهر. سفر امیر عبداللهیان به عمان چه معنایی داره؟ چه بر شما و همیهنان گرامی. من فکر می‌کنم این تلاش جمهوری اسلامی که به یک نوعی سعی بکنه فضا رو تغییر بده و این موج تحریم‌هایی که از جانب کشورهای غربی آغاز شده این فضا رو بشکنه و به سمت
به اصطلاح مذاکرات و احیای دوباره برجام برسیم. به نظر من به عنوان یک سلاح تبلیغاتی استفاده بشه، اما شرایط کنونی فکر می‌کنم جمهوری اسلامی در بدترین و بی‌آبروترین مرحله تاریخی خودش قرار گرفته و الان نزدیک شدن به جمهوری اسلامی حتی برای احیای برجام برای کشورهای غربی به ویژه دولت آمریکا و دولت بایدن چندان آسان نیست، بدون هزینه نیست. جمهوری اسلامی چنان بی‌حیثیته که اگر دولت بایدن بخواد به اون نزدیک بشه برای مذاکرات برجام، احیای برجام و نهایی کردن توافق احتمالی، خود آمریکا بسیار بدنام خواهد شد و تحت فشار قرار خواهد گرفت. بنابراین الان موانع برجام تا پیش از جنبش انقلابی مردم ایران موانع جدی بود، مسئله پادمانی بود، مسئله نظارتی بود، مسئله وجود سپاه در لیست بود. به این موانع الان مسئله حقوق بشری هم اضافه شده و به موانع پیشین موانع جدیدی اضافه شده که به این زودی فراموش نخواهد شد. خاطره سرکوب وحشیانه مردم در خیابان‌ها زنده است، برای کشورهای جهان زنده است، مردم کشور جهان زنده است. بنابراین چندان آسان نیست برای کشورهای غربی که بخوان دست کم به این زودی همچنان زخم این سرکوب تازه هست سعی کنن برجام رو احیا بکنن. آقای واحدی، من یک اخباری به گوشم رسید، حالا تو یکی دوتا از همین اتاق ها مطرح شد که اگر تمامی این راه ها به بن‌بست برسه، برخی از جریان های عاقله درون نظام، حالا به صورت به نوعی مشخص از درون شورای عالی امنیت ملی و جریانی که با آقای شمخانی کار میکنن، مد نظرشون این هست که تو، یعنی به عنوان یکی از آخرین راهکارها، اینی که آقای مخبر که الان معاون اول رئیس جمهور هست رو کنار بگذارن و عرض به خدمت شما که آقای علی لاریجانی بیاد به عنوان معاون اول رئیس جمهور، ولی عملا به عنوان رئیس جمهور، یعنی آقای رئیسی نقش نمادین رو بازی بکنه. برای همین بحث بازی کردن با مهره ها و اینها و بعد برن به، خب قاعدتا به هر حال آقای لاریجانی سابقه نسبتا مناسب تری داره، مشهور هست به اینکه رابطش با کشورهای غربی مناسب بوده و حالا بگذاریم از اون دوره‌ای که البته دبیر شورای امنیت ملی بود. چقدر فکر میکنید این سناریو قابل اجرا شدن هستش و آیا محتمل میدونید به هر حال به عنوان یک راهکار جمهوری اسلامی تن بده به این قضیه؟ فکر میکنم که اگر غیر از من و شما کسی این خبر رو میشنید، یه جور باید تحلیل میکرد. من و شما که شناخت از آقای خامنه‌ای داریم، یه جور دیگه باید تحلیل کنیم. به گمانم کینه ورزی آقای خامنه‌ای در حدی که این رو اجازه نخواهد داد، به همون دلیلی که علی لاریجانی رو در انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 حذف کرد، اجازه بالا اومدنش رو نخواهد داد. این شناختی که من از آقای خامنه‌ای دارم، حتی اگر به قیمت از بین رفتن خودش باشه. این شاید برای بعضی از افرادی که فقط نگاه سیاسی، نگاه فلسفی، نگاه جامعه شناسی، نمیدونم نگاه عاقلانه به مسائل دارن، این حرف عجیب باشه، ولی متاسفانه در ایران هست. یعنی کینه ورزی های آقای خامنه‌ای یکی از عناصر اصلی تصمیم گیریشه و یکی از چیزایی که بر سایر شؤون تصمیم گیریشون سایه میندازه. من به شخص این رو تقریبا منتفی میدونم. حالا شما بگید یه نفر دیگه ممکنه، ولی علی لاریجانی من منتفی میدونم. ضمن این که حتی این هم به داد نخواهد رسید، به خاطر این که آقای خامنه‌ای هم یه قدرت سابق رو در حکومت نداره، حکومت انقدر دوچار ریزش شده که ناچار آقای خامنه‌ای به باندهای مختلف باج بده برای اینکه باش بمونند. اینطور نیست که دیگه آقای خامنه‌ای اگه امروز تصمیم گرفت کاری انجام بده به راحتی بتونه انجام بده. من اینو باور ندارم. خب آقای لاریجانی هم مخالفین جدی داره در بین اصولگرایان تندرو، مخالفین بسیار جدی داره و آقای خامنه‌ای هم به قیمتی که اولا به این دلیلی که چون خودش از رئیسی حمایت کرده حاضر نیست کوتاه بیاد. ببینید ما در زمان احمدی نژاد، خب از سال تقریبا از همون مرداد سال 88 که دوره رئیس، هنوز دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد رسما شروع نشده بود، اختلاف ها بروز کرد، متا خیلی نمیدونستن، برای خیلی ها بعدن مشخص شد، ما ها میدونستیم چه جوریه. ولی به هر حال تو همون دوره‌ای هم که حالا یه سری اختلافاتی وجود داشت،
آقای خامنه ای سعی میکرد مخفی نگه داره، چون خودش از احمدی نژاد حمایت کرد. اتفاقا احمدی نژاد برخلاف همه پدرسوختگیاش اینجا هوشمندانه رفتار کرد. میفهمید که خامنه ای به خاطر حمایت خونینی که ازش کرده نمیتونه حسش کنه، شروع کرد باجگیری کردن. حتی مثلا وقتی که آقای مشایی رو به عنوان معاون اول گذاشت و خامنه ای پیغام فرستاد بردار، بر نداشت تا خامنه ای پیغام رسمی بده، یعنی و در پذیرش استعفای آقای مشایی هم اشاره کرد با دستور رهبری، یعنی خواست بگه که خامنه ای دخالت میکنه. بگذاریم، به هر حال خامنه ای از همون قصه مسئله داشت، اما تا یکی دو سال سعی میکرد که مخفی کنه. یواش یواش در بعضی از اظهار نظرها شروع کرد به صورت علنی مخالفت با احمدی نژاد. رفت قوم آقای خامنه ای در دیدار جامع مدرسین، چند تا از اعضای جامع مدرسین در حضور آقای خامنه ای از احمدی نژاد انتقاد کردند. یک دفعه ورق برگشت، خامنه ای شروع کرد به شدت از احمدی نژاد حمایت کردن، یعنی حاضر نبود قبول کنه چون خودش طرفدار احمدی نژاد بوده کسی دیگه مخالفت کنه، خودش عقدش مخالفت کنه. یعنی با این روحیاتی که خامنه ای داره به نظر من برگشت لاریجانی تقریبا غیر ممکنه. حالا ممکنه اشتباه کنم، ممکنه خامنه ای اصلا دیگه الان کاملا در کما باشه، یکی دیگه تصمیم بگیره. اما اگر اون علی خامنه ای که من میشناسم هنوز زنده باشه و تصمیم گیر باشه، ایشون زیر بار لاریجانی نخواهد رفت. ضمن اینکه اگر هم بره مشکل حل نخواهد شد، یعنی فضای کشور وخیم‌تر از اونه که با اومدن علی لاریجانی یا مثلا حتی کسی عاقل‌تر و میانه‌روتر از علی لاریجانی مسئله حل شه. عرض می‌کنم در خود حکومت انقدر باندهای زیادی هستن که دست خامنه زیر ساطور همشون هست، نمیتونه همه اونها را حذف کنه. اونا هم بسیارشون با علی لاریجانی مخالفن. کشور ما اینجا امام فرمود ولایت فقیه تا باشه دیکتاتوری نیست، این یک واقعیته. مطالب متأسفانه گای تو این حوادث داخلی هم که آدم اینه، من خیلی تأسف میخورم، دردآور بعضی از حرف رو آدم میشنم. واقعا آیت الله خامنه ای به نظرم شاید 60 سال در راه دیکتاتوری مبارزه کرد از قبل از انقلاب، و در این دوران هم پس از انقلاب هم من از نزدیک شاهد بودم که ایشون جلوی رفتارهای دیکتاتور معاونه رو میگرفت. این خوبه، این ولایت فقیه برای اینه. ولی خب یه جور دیگه بعضی ها میفهمن و درد آوره. تو کشور ما باید همه بفهمیم که توی کشتی نشستیم، با حرفمون و رفتارمون کشتی سوراخ نکنیم. باید کشتی سوراخ شد و وقت همه دچار بحران میشه. حالا بحث این پول تقلبی و دلار تقلبی و ریال تقلبی و اینا، من تصور میکنم حالا دیگه کم کم این حتی پول با پشتوانه که تو ایران چاپ بشه خیلی مطرح نیست. ما یک ساختار اقتصادی مافیایی به تمام معنا داریم که اصلا شما نباید بر اساس استاندارد اقتصادی جهان، بر اساس استانداردهای اقتصادی تعریف شده، بر اساس کتب استاندارد اقتصاد تحلیل کنید شرایط رو. اینها پول تقلبی خودشون چاپ میکنن، حتی دلار تقلبی به قول آقای شوبری از کره میارن یا از اینجا. ولی واقعا من میخوام یه چیزی به مردم بگم. ببینید، برای اینکه خیلی ذهن خودمون مشغول کار نکنیم، البته کسی که میخواد بره مثلا پول ایرانیشو بده دلار بگیره، حتما باید حواسش جمع کنه که دلار تقلبی بهش ندن اگر اسکناسش تقلبی نباشه. آخه ما با یک کشور مواجهیم که اونجاش هم مشخصه که اصلا حتی پولی که بانک‌ها به مردم میدن خدا وکیلی مثلا پول اسکناس بدون پشتوانه است، اصلا اسکناس تقلبیه. اینش هم واقعا مشخص نیست. اون هر کسی خودش باید احراز کنه که حالا پولش رو تبدیل به طلا کنه، به دلار کنه، به نمیدونم. اوناش من واقعا نه تو ایران هستم، نه خیلی در این زمینه تخصص دارم، و نه پیشبینی خودم رو حاضرم بگم که کسی رو به خطر بندازم. اونایی بحث دیگه است. اما واقعیت قصه اینه که شما فرض بفرمایید که اصلا ما دلار، اصلا امشب مادر بزرگ بایدن به خوابش بیاد بگه که برو دست آسد علی خامنه‌ای ببوس، مثلا 1,000 میلیارد دلار هم پول بهش بده، مشکلاتشون حل کن. ما مشکلون فراتر و ورای این حرف هاست که اصلا دلار داریم یا نداریم، ریال داریم یا نداریم. یک سیستمی که هر چی پول دوش میریزی پر نمیشه، انقدر هم فساد، هم دهانهای باز، هم مشتری روز به روز، فرزند خواندگان هر روزه، این چیزی رو به نظر من، یعنی تمام اینی که شما گفتید درست، ما پول بدون پشتوانه داریم، تورم افسار گسیخته داریم، دلار تقلبی احتمالاً داریم، طلای تقلبی داریم. ولی میخوام خدمت شما بگم اینو ما خیلی صادقانه با مردم حرف بزنیم. اگر همین امروز شما فکر می‌کنید واقعا اگر 1,000 میلیارد دلار پول بدن به جمهوری اسلامی، میگم دیگه بگیم چیز تقریبا غیر ممکن، واقعا فکر می‌کنید مشکلات کشور حل میشه؟
من یه منطقه با آتیش کشیده میشه جناب بابای. حالا همین دقیقاً می‌خواستم همین بگم. ببین من یه دفعه گفتم آقا فرض کنید که صبح بلند شدیم مشخص شد که آقای بایدن با اصرار رفته در مرکز اسلامی مثلا مریلند داده ختنش کردن، بعدم دیگه از فردا ریش میذاره، نماز جمعه هم شرکت میکنه، روزی 17 رکعت نماز میکنه. به قول آقای حسن عباسی کاخ الیزر هم ما کردیمش مثلا یه حسینیه، کاخ باکینگهام هم کردیم مثلا چیز مهدیه. همین تو بگی برو شما دیگه. واقعا یعنی میگم مثلا فردا شما فکر کنید که تمام کشورها رهبراش رفتن ایران خدمت آقای خامنه‌ای، از آقای خامنه‌ای خواهش کردن آقا شما لطفاً به احترام رأی ملت ما بنده رو به عنوان نماینده خود در فرانسه منصوب کن، منو به عنوان نماینده خود در انگلیس منصوب کن. اتفاقا افتاد، همشون هم هر روز صبح زنگ زدن در محضر آقای خامنه‌ای استخاره گرفتن برای اینکه مثلا این کارو بکنن کار نکنن. به خدا مشکلات ما حل نمیشه. یعنی ببینید این دولت، این حکومت دوره‌هایی داشته، پول بسیار زیاد داشته، هیچ غلطی نتونسته بکنه. ما کم نداشتیم دورهایی که درآمد فراوان داشتیم. در دوره احمد نژاد ما نفت تا نزدیک $200 فروختیم، مگه نبوده؟ تازه میگفتن دولت هم دولت سالمی دزد نیست. الان میگن آیت الله سه دکتره اصلا دزدی در دولتش نیست. خب میگن دزدی که نیست، ادعا میکنه میگه ما بیش از سابق نفت میفروشیم، پولمون هم نقد میگیریم، پول قبلی هم گرفتیم. دزدی هم که ندارن. وزراشون هم که میگن که حقوق کم، حتی حقوق اصلیش هم نمیگن، آقای رئیسی حقوق خودشو نصف کرده. من اینو میگم حرفا رو، چیزی حل شده؟ یعنی واقعا مشکل ما به جایی که میگم حالا دلار اصلا همه از فردا همه ملت بیان میگن آقا ما هر چی دلار داریم میخوایم هبه کنیم به آقای خامنه ای، میخوایم برای بهش برای خودمون یکی از اون خونه های آقای دستقیب بخریم که هر خونه 70 طبقه، هر طبقه 70 تا اتاق داره، هر اتاق 70 تا فرشه، رو هر فرشم 70 تا حوریه، مثلا میخواد دلارشون الان هبه کنن با آقای خامنه‌ای که از خونه‌ها گیرشون بیاد. به خدا مشکل حل نمیشه، جزی که به قول آقای شوبری اگر قبلا مثلا عمق استراتژیکش رو فقط یمن، الان ونزوئلا هم بهش اضافه شده. حالا ممکنه بگن آقا ما اشکال نداره، ما ناچاریم رفوز بشه باشیم. آیا خود و خدایی از دوره بوسنی هرزگوین که ما رفتیم اونجا به قول این مردک کثیف فاسد اخلاق سربار سعید قاسمی گفتش که ما در لباس و با امکانات هلال احمر میرفتیم اونجا کار نظامی میکردیم، از اونجا که شروع کردیم در افغانستان گروه های جهادی افغانستان، از اون کریم خلیلی گرفته تا اون شیخ زکی، دیگرانی که میمارد از ایران پول میگرفتن میرفتن، کدوماشون الان حتی با جمهوری اسلامی، نه با ایران، با جمهوری اسلامی هستن. گروه های فلسطینی مگه در قصه سوریه رسما جلوی جمهوری اسلامی نیستن؟ مگه حماس رسما جلوی جمهوری اسلامی نیستاد در قضیه سوریه و در کنار عربستان مگه قرار نگرفت؟ مگه قطر که اینا ادعا میکنن که با جمهوری اسلامی رابطه نزدیکی داره در خلیج فارس، در موضوع سوریه و بسیاری از کشورها سیاستش دقیقاً مخالف اینا نبود؟ یعنی میخوام بگم جایی که همین الان افغانستان که اینا اینقدر ذوق زده شدن گفتن جنبش اصیل منطقه، الان افغانستان آب رو دو بار تا به حال در بیابون رها میکنه ولی نمیذاره بیاد طرف ایران. یعنی این نیست که دیگه فقط چین متحدشون نیست، روسیه نیست، حتی افغانستان هم اینا رو دست میندازه. من نمیخوام افغانستان کوچک بکنم، میخوام بگم حتی یه گروهی مثل گروه طالبان که خیلی گروه پیچیده سیاسی هم نیست، اینا رو دست میندازه. اینها صدها هزار میلیارد دلار هم پول داشته باشن فقط دردسر بر مردم اضافه میکنن. یعنی از فردا میخوان تو تایلند هم دخالت بکنن، میخوان توی چین هم دخالت بکنن، میخوان توی نمیدونم کره جنوبی هم دخالت کنن، میخوان در فاحش خونهای پاتایا هم سرمایه گذاری بکنن، نماینده ولی فقیه بزنن در فاحشه خونه پاتایا. مشکل اینجاست، یعنی این ساختار ماجراجوی بلند پرواز، ضمن اینکه متاسفانه در رأسش که آدم عقده‌ای هم قرار گرفته که من نمیدونم ملت ایران چقدر باید تاوان 8 سال تحقیر آقای خامنه‌ای پرداخت کنن. آقای خامنه‌ای 8 سال رئیس جمهور هیچ کاره بوده، تحقیر شده، الان 33 سال میخواد جبران کنه، هنوزم ارضا نشده. واقعا بسیار از کاراش برای انتقام گیرون 8 سالی که تحقیر شده. حالا ببینم، من میخوام اینو از جد دارم خدمت شما میگم که ما خیلی دوباره فرمول اقتصادی نگردیم، ما با یک حکومت ماجراجوی ضد میهن و واقعا خدا شده من مدتی به نتیجه رسیدم که اینا اصلا با مأموریت از بین رفتن ایران اومدن، وگرنه بسیاری از کارا نه با منطق دموکراسی میخونه، نه با منطق دیکتاتوری میخونه، نه با منطق حکومت فردی میخونه، نه با منطق حکومت جمعی میخونه، نه با حکومت ایدئولوژیک، اصلا با هیچ چی نمیخونه، فقط با منطق یک مافیایی که اومده کشور از بین ببره. اگه خواستید من ده ها مثال میتونم بهتون بزنم و اونایی که مخالفم بیان میگن نخرا آقای خامنه‌ای مثلا تو این 33 سال این یه کار مثبت برای کشور کرده، تو هم میگی بلافاصله میگه نانو تکنولوژی، که خدا شاهده بسیار از اینکه نانو تکنولوژی به نظر فرق بین نان سنگک رو با نانو تکنولوژی نمیدونن چیه.
تا میگی میگن موشک. آقا موشک جایی ارزش داره که برای شما اقتدار ایجاد کنه، شما بتونی نفتتو صادر کنی، بتونی پولتو بگیری. وقتی نمیتونی نفتتو صادر کنی، نمیتونی پولتو بگیری، اصلا شما 100 میلیون موشک داشته باش. بله، جمهوری اسلامی الان قدرت داره که دبی رو به هم بریزه، امنیتش رو. بعدم ببین ممکنه بگه آقا میذارن، جمهوری اسلامی براش اصلا براش مهم نیست که 5000 موشک ول کنه به طرف دبی با میلیاردها دلار هزینه، سه تاش بخوره وسط دبی. خب دبی اصلا میپاشه، یعنی دبی تنها مزیتش امنیتشه. اگر دو تا موشک بخوره از بین 5000 10000 موشکی که جمهوری اسلامی میفرسته، دو تاش دبی بخوره، دبی برای مدت‌ها تعطیل میشه. ولی این کارو جمهوری اسلامی میتونه بکنه. ولی این آیه فایده برای ملت ایران هم داره؟ یعنی اگر مثلا دبی ناامن شد، جمهوری اسلامی اینقدر ارزه داره که تجارتی که در دبی بوده منتقل کنه به ایران؟ اگر قطر مثلا امیر قطر متنبه شد که دیگه نهید این کار رو بکنه که ببخشید در آقایون بماله بره تو فازهای گاز پارس جنوبی 10 برابر ایران گاز بفروشه، تمام شد اختیارش رو بینه بدینه، واقعا ارزه نگهداریش دارن؟ آیا واقعا با یه فردی مثل اوجی وزیر نفت میشه صنعت نفت رو اداره کرد؟ آیا با کسی مثل رئیسی؟ اصلا ببین من این بارها گفتم، جمله بگم تموم کنم، من بارها گفتم خطاب به کسانی که طرفداری از آقای خامنه‌ای میکنن، میگم اصلا همه حرفای شماها درست. خدا وکیلی اگر آقای خامنه‌ای اراده حل مشکلات مردم رو داشت، اصلا اجازه میداد کسی مثل رئیسی رئیس جمهور بشه؟ کسی مثل مخبر آقای همساده معاون اول بشه؟ آقای رضایی معاون اقتصادی بشه؟ اصلا واقعا تو مخیله کسی میومد؟ همون حرفی که خودی سال 68 زد، باید خون گریست به حال ملتی که همچون منی حتی احتمال رهبریش باشه. واقعا باید خون گریست به حال ملتی که کسی مثل رئیسی رئیس جمهورش باشه. و واقعا اگر من و شما نمیشناختیم، آقای خامنه‌ای قطعا رئیس رو میشناخت. پس اینی که من میگم یقین دارم ایشون با مأموریت از بین رفتن ایران اومده، با هیچ چیز دیگه توجیه نمیشه کارش. خیلی متشکرم. خب دوستان، سوال بعدی لزوما حالا ارتباطی هم به قضیه دلار نداره، اما خب سوال جالبی هست و من مطرح میکنم. دو تا سوال هست. اولی در مورد اینه که خب خیلی ها اعتقاد دارن که جمهوری اسلامی اساسا هدفش از مذاکره فقط مذاکره برای مذاکره است و به دنبال نتایجی نیست و هدف اصلیش که هیچگاه بیان نمی کنن و فکر کنم آقای واحدی بارها و بارها خودشون اینو بیان کردن و همینطور همسال آقای مهدوی آزاد که جمهوری اسلامی به دنبال وقت خریدن هستش از جامعه جهانی تا بتونه در نهایت رویای متوهمانه علی خامنه ای رو جامعه عمل بپوشونه و اولین بمب اتمی اسلامی شیعی رو بسازه. بابت همین هم خب خیلی ها نگران هستن که وقتی دولت بایدن به همچین چیزی اعتقاد نداره، در نهایت باعث بشه که جمهوری اسلامی به بمب اتم برسه. دومین مورد هم و سوال هم در مورد رستم قاسمی است و شایعاتی که پس از مرگش در فضای مجازی ما بسیار شنیدیم و خوندیم. بریم پاسخ مشتاق واحدی رو در پیوند با این دو سوال بشنویم. ببینید سیستم وقت میخره که مال حالا نیست. من شاید کمتر از یک ماه بود اومده بودم آمریکا، مؤسسه کارنگی جلسه گذاشتن، جلسه خیلی پر جمعیتی هم بود، افراد مختلف بودن از جناح‌های مختلف و سفارتخانه‌ها اینا صحبت کردم. چند تا مسئله رو اونجا من گفتم که حالا پذیرشش برای دوستان سخت بود. یکی این که گفتم به زودی اختلاف احمدی نژاد و خامنه‌ای علنی خواهد شد، که این آقای توماس فریدمن بلند شد به من خندید و رفت که آقا مثلا احمدی نژاد خامنه‌ای میشه دعواشون بشه. و نکته دیگه گفتم که آقا من دارم خوشتارم نم جمهوری اسلامی ما رو وقت خریدن، این که آقای اوباما میگه رهبر عالی جمهوری اسلامی گفته ما بمب نمی‌سازیم، اینا هم کشکه، این حرفا بی ربطیه. اینا دنبال وقت خریدن هستن، اما الان دیگه حتی به نظرم دنبال وقت خریدن نیست، الان روزمرگی میکنن به امیدی که مثلا فرض کنید که دیدید مثلا تو مسابقه فوتبال سیستم جمهوری اسلامی که دعا میکنه تو بازی مثلا ژاپن با چین یه بازیکن چین بخوره زمین، مثلا بازی مساوی بشه که بعد ما بریم بالا. یعنی هیچ وقت رو بازی خودشون حساب نمیکنن، رو بازی دیگران حساب میکنن. در عالم سیاست هم اینا منتظرن که مثلا یه اتفاق بیفته، ببین مثل قصه ای که برای داعش میشه. بعد به همین جهت من به شدت مشکوکم که در پشت پرده داعش باید جمهوری اسلامی باشه. این عقیده ای که شاید به نظر بعضی شاز به نظر رسد، من اعتقاد دارم جمهوری اسلامی امروز حتی دیگه وقت دنبال وقت خریدن هم نیست، چون وضعش خرابتر از این حرفاست، اما دنبال روزمرگی است. به این معنی که میگم شاید اتفاقی بیفتد، یک حادثه پیش بیاد، مثلا دنیا توجهش از ایران کم بشه، مثل مثلا تصور میکردن که
موضوع جنگ روسیه و اوکراین انقدر دنیا رو در استیصال فرو میبره که فعلا دست سر جمهوری اسلامی بردارن و دیدید نه دست سر جمهوری اسلامی برداشتن، دست سر روسیه. ولی بله این سیاست چون تا مدت ها سیاست خرید زمان بود، الان به نظر من دیگه خودشم خیلی از این جهت میگم شاید فکر کنن که از این ستون تا اون ستون رو یافرد. اینکه فکر کنید مثلا زمان میخرن که ببینید در این زمانی که خریداری کردن یک پروژه خاصی رو به نتیجه برسونن، یک سیاست خاص رو پیگیری کنن، به نظر من نه. در مورد رستم قاسمی من نمیدونم واقعیتش چرا فکر میکنم آدم انقدر آدم مهمی بوده که دروغ به دروغ بگن مرده و بعدم که مثلا بفرستن که برن یه جا مخفی بشه. جمهوری اسلامی اولا نسبت به صمیمیترین یارانش هم انقدر معرفت نداره، شاید بعضی از دوستان ندارم، ولی من خدمت شما میگم سعید اسلامی محبت‌های شخصی فراوانی به بیت آقای خامنه‌ای و خانواده ایشون کرده و فرزندانشون، در روزی که لازم شد کشتنش. یعنی که شما فکر کنید مثلا رستم قاسمی چون یک دوره‌ای برای اینا نفت می‌رفته یواشکی می‌فروخته، حالا مثلا یا میرن می‌کشنش که اطلاعات ویژه نداشتهشون. این دو سیستم جمهوری اسلامی تمام اطلاعات اسرائیلی هم دارن، خیلی مشکل نیست که مثلا اگر رستم قاسمی رو کشتن سر اطلاعات بره زیر خاک. یا اینکه انقدر آدم مهمی که بگن مرده که فراریش بدن، نه جمهوری اسلامی میگم نسبت به بالاترین یارانش هم همچین معرفتی نداره. ضمنی که اگه هر نفر بتونه بره با مثلا پاسپورت مخفی و این حرفا در جای دیگه زندگی کنه، دو نفر در دنیا نمیتونه. یکی من، یکی آقای رستم قاسمی. چهرهای مشخصی داریم که به هیچ وجه نمیتونیم بریم جای قایم شیم. خیلی متشکرم. خب دوستان میرسیم به یکی از قسمت‌های مهم این محتوا. همونطوری که خب خیلیاتون اطلاع دارید، در زمانی که ما وارد سال 2023 میلادی شدیم، من فراموش کردم که بهتون تبریک بگم، همینجا تبریک میگم به همه دنبال کنندگان مهربان کانال کلاب هاوس فارسی، سال 2023 رو و امیدوارم که سال پیروزی ملت ایران بر جهر و جور و فساد که عینیت جمهوری اسلامی است باشه. به هر حال وقتی که ما وارد سال 2023 شدیم، بسیاری از چهره‌های مطرح و مهم در بین اپوزیسیون و نیروهای مخالف جمهوری اسلامی توییت مشترکی رو در توییتر منتشر کردند، مثل مسیح علی نجات، حامد اسماعیلیون و همینطور شاهزاده رضا پهلوی، علی کریمی و دیگران. نازنین بنیادی، ببخشید حالا دیگه اسمشون رو جا انداختم، بعضی از اسما رو جا انداختم، و خب خیلی ها بیان کردن که این سرآغاز یک ائتلاف و اتحاد است. هرچند خودشون بعضی از این چهره ها هم مصاحبه کردن هم به صورت فردی بیان کردن که این به معنای ائتلاف نیست و تنها حرکتی است در راستای اعمالی که مردم در طول این بیش از 3 ماه که از انقلاب نوین ملت ایران میگذره انجام دادن و در راستای اهداف مردم هستش، اما چیزی به نام اتحاد و ائتلاف به اون معنا نیست و باید هنوز بیشتر صحبت بکنیم. همونطوری که در مصاحبه با تلویزیون ایران اینترنشنال حامد اسماعیلیون و مسیح علی نجات بیان کردن. به هر حال در این مورد از مشتاق واحدی سوال پرسیده میشه و نظر آقای واحدی رو جویا میشم. بریم با هم دیگه بشنویم. من اعترافی هنوز ندیدم که بخواد ازش حمایت بشه. اینکه حالا چند نفر یه متن شبیه هم نوشتن برای تبریک سال نو و معیار انتخاب افرادم مشخص نیست، کار خوبیه. یعنی همینقدر که حاضر باشن که یک نمودی از وحدت رو نشون بدن. اما اینو من واقعیتش اینه که اون اتحادی که ما لازم داریم بسیار سطحش بالاتر از اینه و منتها بازم هنوز جواب نگرفتم چه کسی تعیین کرده که این افراد باشن. آیا اوپن هر کس بره این متن رو بنویسه، اسپریکنال لیست قرار میدن یا نه فقط افراد مشخصی بودن؟ و اگر افراد مشخص هستن، برای من هنوز معیار انتخابشون مشخص نیست. حالا بعضیشون فعال سیاسی هستن، آقای شاهزاده رضا پهلوی تجربهشون مشخصه، ولی مثلا ضمن احترام به خانم زر امیر ابراهیمی، من نمیدونم اصلا معیار انتخابشون چیه. آیا اینکه فقط حالا در یک جشنواره حرفی زدن کفایت میکنه، یا ایشون فعال سیاسی هستن ما خبر نداشتیم، یا واقعا نمیدونم. به هر حال معتقدم که اگر قراره که یک اتحادی انجام بشه، هم اینکه چه کسانی تعیین میکنن و چه کسانی در اتحاد قرار میگیرن همش مهمه و موضوع اتحادشون. ولی به هر حال همینقدرم که حاضر شدن که یک مثل نماز جماعت یه نفر بگه و بقیه اقتدا بکنن، حالا نمیدونم کی هم اولی شده، واقعا اینا رو هیچ کمشون نمیدونم. اگر دوستان چیزا خبر داشته باشن بگن، من خودم دنبالش خواهم رفت.
ولی بفهم کی پیشنهاد بده چه کسی جسارت اولین کامنت تو آقای رضا پهلوی گذاشتن بعد آقای علی کریمی. خانم شیرین عبادی، خانم نازنین بنیادی، خانم مسیح علی نژاد و خانم یکی از مسئله توجه داره. شما ببینید لیستای مختلفی که منتشر شده، من الان خانم شیرین عبادی رو از شما دارم میشنوم. همین تازه توییت زدن، یعنی که همین جمله رو عیناً همه دارن توییت میزنن. همین هنوز شریعت مداری هم ندادن ولی بقیه زدن. نه حالا پس اون یه بحث دیگه است. اگر اینکه مثلا همه دارن برای اینکه نشون بدن که در واقع یک، من ضمن احترامی که برای این دوستان قائلم، در واقع یک دنبال روی عاقلانه از داخل کردن، همونطور که در داخل کشور از شمال شرق غربی تا جنوب شرقی و از شرق تا غرب و از شمال جنوب شعارها حتی یکیه، این کار ارزشمند. این در واقع یک دنبال روی عاقلانه از روند داخل کشوری که حتی شعارها با هم هماهنگه. این کار کار زیباییه، اما این رو بهش نمیگن ائتلاف برای سرنگونی. ائتلاف برای سرنگونی که کسی هم از ماها نخواسته ائتلاف کنیم برای سرنگونی. سرنگونی در داخل کشور داره انجام میشه. من خودم که اصلا در هیچ برای خودم جایگاهی قائل نیستم، ولی کسانی که جایگاهی برای خودشون قائلن، به نظر من اگر قرار کار انجام بدن بایستی برنامه‌ریزی کنن که چگونه از داخل کشور دنبال روی کنن. این توهم رهبری و راهبری توهم خطرناکی که حتی میتونه خدای نخواسته اثر منفی در داخل کشور بذاره. اما همینقدر که حتی برای تبریک عید هم زبان و با هم کلام از واژه‌های مشترک استفاده کنن میتونه کار زیبا باشه. میگم مثل نمودی که حتی شعارهایی که بعضن همراه با فحش هم از داخل کشور عین هم از سراسر کشور. این میگم یک دنبال روی عاقلانه از روند حاکم بر داخل کشور. خیلی متشکرم. ببینید دوستان، دقت به من چه عرض کنم، من اصلا بحث من بر سر اینه که یک موضوعی که وجود نداره وقتی بزرگ نمایی میکنن باعث سرخوردگی میشه. الان مشخص شد که آقای شاذر رضا پهلوی یه متنی زدن، دیگران برای نشون دادن اتحاد هیچ محدودیت هم نگذاشتن، ولی شما برید ببینید بسیار از سایت ها نوشتن که شورای ائتلاف با حضور فلان و فلان و فلان تشکیل شد. من خوشحال میشم تشکیل بشه، حالا چقدر شورا کاربرد داره بحثی نداره. دوستانم که حالا چیز میدونستم، من اصلا من عذر میخوام اینطوری میگم، پدرم یه وردی به من یاد داده، صبح به صبح میخونم حرف مزخرف، اصلا متوجه نمیشم. آه حسودی میکنی حرفا. دوستان عزیز، من 100,000 بار گفتم فردای سرنگونی جمهوری اسلامی هیچ کدوم از شما دیگه منو نخواهید دید. من اصلا چیزی که برای خودم قائلم تا شب سرنگونی. بعدش اینکه حالا حسادت میکنن شما بگید، اشکال نداره. به قول بعضیا زبان باد بزن جگر سوخته آدمه. اما دوستان عزیز، بحث بر سر اینه که خب الان شما داره مشخص میشه. شما برید ببینید تو همین چند ساعت یه تبریک رو انداختن، اعتراف رو افتاد، پس معلوم شد اعترافی نبوده. آقای شاهزاده رضا پهلوی کار ابتکاری کردن و در واقع هیچ محدودیت هم نداره، هر کسی میتونه رو بزنه برای نشون دهنده اتحاد. شما برید ببینید با واکنش هایی که دیدی چقدر فرق داره. واکنش هایی که آقا این 6 نفر ائتلاف تشکیل دادن، آیا این بوده؟ چرا دوست داری خودمون رو گول بزنیم؟ چرا دوست داریم؟ ببینید چند وقت پیش اومدن گفتن که شاهزاده رضا پهلوی ائتلاف درست کرده. چی؟ بعد مشخص شد چون یک هفته قبل از اون که این خبر منتشر شه در لس آنجلس حرف زدن، گفتن که فلان مثلا فلان کس و فلان کس و فلان کس هر کدوم میتونن نقش داشته باشن. ببینید همون شب چند تا اتاق زدن که شاهزاده ائتلاف تشکیل داد. خب دوستان عزیز، این کارها میگم برای چند لحظه خوبه، برای اینکه شما به من بگید حسود خوبه، خیلی هم خوب بگید. منم اصلا به هیچ وجه مال وجود خیالتون راحت بشه، نه با این حرفا ناراحت میشم، نه با تشویق خیلی ذوق زده میشم، نه سنم سنی که خیلی هول کنم، نه سنم سنی که خیلی جا بزنم. ولی ببین دوست عزیز، این کار یه بار، این بار دوم جز سرخوردگی نتیجه دیگه خواهد داشت که حالا فردا معلوم شه نه آقا بحث ائتلاف نیست، شاهزاده یه ابتکاری به خرج دادن و یه دم دارن برای این که نشون بدن که ما هم زبان هستیم، هیچ محدودیت هم نداره، هر کسی فرد مشهور یا غیر مشهور میتونه کارو بکنه. خب این با ائتلاف یکیه. واقعا دوست دارید، میگم دوست دارید سرخورده کنید مردم، انجام بدید. میگم این بار دوم تو سه هفته اخیر، بار دوم سه هفته میشه بار این حرفو زدن، گفتن شاهزاده ائتلاف تشکیل داده، حالا اومدن دوباره میگن ائتلاف تشکیل داده. خب حالا فکر میکنید این کار مفیده؟ انجام بدید، خدا عبادتونم بیامرزه، ولی یه مقدارم فکر سرخوردگی های داخل کشورم باشید. موفق باشید. خب دوستان، یه رشته توییتی هست در پیوند با همین قضیه ائتلاف و اپوزیسیون و اتحادی که پس از این قضیه توییت مشترک خیلی بحثش داغ شده، من براتون میخونم، فکر میکنم خیلی مفید باشه در پیوند با این موضوع. اکانت لیم در توییتر این رشته توییت رو نوشته و اینطور شروع شده که
در مورد ائتلاف برای کسایی که نمیدونن ائتلاف یعنی چی؟ ائتلاف به معنی اتحاد موقت گروه ها و نیروهای سیاسیه که هدفهای معینی رو دنبال میکنن. اپوزیسیون یعنی چی؟ اپوزیسیون به افراد و نهادهای مخالف اصل نظام سیاسی گفته میشه که در صدد براندازی نظام حاکم هستن. در این مرحله برای راهبری دقت کنید، نه رهبری، نیاز به ائتلاف اپوزیسیون داریم. تشکیل ائتلاف اپوزیسیون و به رسمیت شناخته شدنش توسط مردم مانند یک کاتالیزور برای به رسمیت شناخته شدن انقلاب مردم ایران عمل خواهد کرد. تشکیل ائتلاف منزله به قدرت رسیدن یک حزب نیست و همچین حرکتی در جهت گروه‌های چپ یا راست سیاسی نیست. تنها هدفش اینه که کمک کنه رژیم جمهوری اسلامی به صلح‌آمیزترین راه ممکن سقوط کنه تا مردم ایران بتونن برای آینده پس از جمهوری اسلامی تصمیم بگیرن. نکته بعدی که باید بدونین اینه که این ائتلاف به خاطر جو سیاسی حاکم نمیتونه در داخل ایران صورت بگیره و باید خارج از کشور باشه. اما برای دولت گذار که مرحله بعد هست باید از ظرفیت‌های داخل ایران استفاده بشه. این ائتلاف نه قرار قانون بنویسه نه قرار رفراندوم برگزار کنه. بنابراین داشتن سواد سیاسی برای ائتلاف الزامی نیست. مهمترین وظیفه ائتلاف مذاکرات رسمی و حضور در مجامع بین الملل و رسوندن صدای مردم در قالبی رسمی و سیاسی به کشورهای دیگر هست. خیلی دوستان این مهمه، این وظیفه‌ای که این دوستمون تعیین کرده و از نظر خودش بیان کرده برای ائتلاف، نظر من هم هست. من بارها و بارها بیان کردم که بزرگترین کاری که این ائتلاف میتونه انجام بده اینه که خیال جامعه جهانی رو راحت بکنه از فردای ایران بدون جمهوری اسلامی. در ادامه اینطور نوشته که مهمترین نکته الان بهترین زمان برای تشکیل ائتلاف است، اما اگه این ائتلاف اعلام بشه و به دلیل تفرقه افکنی، عدم حمایت، غر زدن‌های بیجا و یا به هر دلیلی شکست بخوره، ما بابت شکستش هزینه سنگینی پرداخت خواهیم کرد. بنابراین اگه اسمی از افرادی برای ائتلاف برده میشه فوراً حمله نکنین و تخریب نکنین. اجازه بدین افراد جرأت تشکیل ائتلاف پیدا کنن و ازشون حمایت کنید. ائتلاف رو درخواست کنید و ازش حمایت کنید. به امید آزادی هشتگ مهسا امینی خیلی نگاه همه جانبه و منطقی به بحث ائتلاف داشته این دوستمون و اینکه اساساً باید چگونه نگاه کرد که به بحث ائتلاف و چه انتظاراتی از افرادی که ذیل این ائتلاف اولیه با همدیگه جمع میشن از اونها باید داشت، چه مشخصاتی این افراد باید داشته باشن و در نهایت کارکرد اصلی این ائتلاف باید چه باشه. امیدوارم که بیشتر بتونیم وقت کنیم، بیشتر در موردش صحبت بکنیم. بسیار مهمه. یکی از گرانیگاه‌های اصلی و اساسی انقلاب نوین ملت ایران این بحث ائتلافه و تا شکل نگیره مطمئن باشید که پاشنه‌آشیل حرکت‌های بعدی خواهد شد. بریم با هم ادامه اتاق رو گوش کنیم. به هر حال برخی از افراد و تحلیلگران معتقد هستند اون چی که الان در هر سوراخ و سنبه‌ای تحت عنوان شهرک‌های موشکی و زیر زمین و توی به اصطلاح برخی از قاره‌ها و فلان و اینها این اتفاقات افتاده، متاسفانه این پس زمینه در تفکر برخی از نیروها وجود داره. میدونم و فرمایشتونم کاملا متین است که بعید این اتفاق بیفته در اون لحظات آخر، اما تصور میکنید ممکن هست به هر حال تو پس زمینه برخی از افراد چنین چیزی باشه که زمین سوخته بخوان تعبیر بدن و خدای نکرده دست به اتفاقات خاصی بزنن، و اگر این خطر وجود داره راهکار مقابلش چی هست؟ من عرض کردم که نیت این کارو دارن و اینکه یا اینکه میتونن فرق میکنه. آقای خامنه‌ای که خودش بولدوزر نمیتونه برونه خراب بکنه یا خودش نمیتونه مثل سینما رکس بره آتش بزنه، حتما باید سه نیروها این کار انجام بدن. تصور من برای اینه که جمهوری اسلامی همین الانم در احراز وفاداری یارانش مشکل داره و در بهره مندی از وفاداری یارانش.
چه برسه روزی که دارن میرن مثلا یه دی بخوان به خاطر خوشایند علی خامنه ای کاری بکنن. اما یک خطر وجود داره، سالهاست من گفتم اینها، حالا حتی زمان احمدی نژاد که میگفتن 800 میلیارد دلار پول برده و خورده، من بارها گفتم نه قطعا احمدی نژاد این کارو نکرده، این ممکنه حتما دولت احمدی نژاد دولت فاسدی بود، ولی قطعا بخش عمده از این پول میره در جاهای مختلف زیر نظر آقای خامنه ای و معتقدم حتی در کشورهای مختلف، برای اینکه روزی اگر اینا نبودن دنیا رو با آتش بکشن، اینو من میفهمم. اما اینکه به صورت خاص موقعی که میخوان برن مثلا یه شهر رو بمبارون کنن، به نظر من نه. میگم عرض میکنم نیروهایی که ظاهرا حتی وفادار بهشون هستن این کار رو نخواهند کرد. اما اینکه آیا بعدش ما روی راحتی آرامش خواهیم داشت، خیلی مسئله سختی ما اثر بعد دنیا پول فراوون دارن، لات و لوت و این برنامه دنیا استفاده کردن، قطعا وقتی که مثلا نگو میشن بسیار از پولاشون مصادره میشه، بهشون نمیدن. ولی بالاخره اینطور نیست که اینا مردم آرام بگذارن، اصلا باید آمادهش باشیم. اما اینو یادمون باشه که اینا هر یک روزی که بمونن، چون الان دیگه رفتن خودشون رو میدونن، هر یک روزی که بمونن برنامه‌ریزی بیشتری میکنن، برنامه‌ریزی راحت‌تری میکنن برای آسیب زدن و انتقام گیری از مردم. حالا که مردم وارد این فاز شدن، هممون باید تلاش بکنیم که هر چه زودتر از شرشون راحت شیم، که فرصت برنامه‌ریزی زیادی برای آشوب سازی و برای آتش زدن مملکت و نمیدونم صدمه به اموال، صدمه به منافع، صدمه به آینده کشور نداشته باشم. یعنی میخوام خدمت شما بگم که اینطور نیست که صدمه اینا فقط این باشه که تخریب کنن، نمیدونم حالا فرض کن خودشون هم به کشتن زدن، دنیا دیگه دنیای 200 سال پیش 300 سال پیش نیست که طرفتون بره مخفی بشه. آزمایش‌های دی ان ای هست، شما حتما یادتون هست که یه آقایی بود در بوسنی هرزگوین که خیلی آدم خونخواری بود، رفته بود سال‌های سال به عنوان پزشک توی روستای کار می‌کرد، بالاخره گیر افتاد. الان اسمش میلوسوویچ بود فکر ما اسمش، اگه اشتباه نکنم. یعنی طور نیست که کسی بتونه بره یه جای دنیا راحت، به خصوص اینها که حتی اطرافیانشون بهشون وفادار نیستن. نه کار عرض میکنم کار سخته، اما اینکه ما بخوام از این چیزا بترسیم نه، اینا هر روزی که هستن انقدر ترسناک و وحشت زا هستن که نباید از آینده‌ای که اگر نباشن چه میشود بترسیم. خیلی ممنون. خب دوستان به پرده آخر میرسیم و جمع‌بندی آقای واحدی از این گفتگوی پرمحتوا که با بسیاری از حضاری که در این اتاق حضور پیدا کردن داشت، بریم با هم جمع‌بندی آقای واحدی در پیوند با مطالب مطرح شده در اتاق رو بشنویم. ببینید من فکر میکنم اگر بخوام فرمایشات دوستان رو در کنار عرایض خودم بگذارم و جمع‌بندی کنم، اینی که حالا دلار هم یکی از مصیبت‌های ماست، نه مصیبت اصلی ماست، نه تنها مصیبت ماست، همش ناشی از جمهوری اسلامیه و دلار. شما اصلا فرض کنید امروز دلار بشه 7 تومان یا 70 هزار تومان یا 700 هزار تومان، گمان نمی‌کنم تأثیر عمده‌ای بر سرنوشتش باشه. نمی‌خوام مطلق نگری کنم بگم هیچ تأثیری نداره، ولی واقعیتش اینه که ما دوره‌های مختلف رو تجربه کردیم از دلار. تقریبا وقتی انقلاب شد دلار حدود 10 تومان بوده تا امروز که 42-43 هزار تومان شد، بعد این مقدار رفت پایین تر. ببینید مثلا در چند سال قبل که دلار رفت تا 27-28 هزار تومان، نزدیک 30 هزار تومان در دولت آقای روحانی، پراید سر 10 میلیون تومان بود. زمانی که آقای روحانی داشت میرفت دلار 23 هزار تومان بود و پراید 200 میلیون تومان. یعنی هیچ ملازمه و هیچ ارتباط منطقی بین قیمت دلار و وضعیت کشور وجود نداره که ما بگیم خیلی خوب، حالا ان شاءالله اگه دلار بیاد پایین وضع اقتصاد خوب میشه. تجربه نشون میده که مثلا شما حساب کنید تغییرات عجیب و غریبی در قیمت مسکن ایجاد شده و عموما هم رو به بالا بوده، هیچ وقت هم با اومدن با کاهش قیمت دلار ما به اون معنا شاهد کاهش قیمت مسکن نبودیم، شاهد کاهش قیمت بسیار از ملزومات زندگی نبودیم. اما اون چه مسلمه یک بازیه و امیدوارم که این نکته که باید یاد بگیریم این که خود من رو دارم عرض میکنم، این اولا اگه بخوام با منطق و منطق کشورداری، منطق حکومتداری، منطق اقتصاد برخورد کنیم، بگیر و ببند که مسئله حل نمیکنه. اگر بخوام بر اساس تجربه قضاوت بکنیم، خب تجربه خود جمهوری اسلامی رو داریم. من نمونه رو عرض کردم، سلطان سکه، بگیر و ببند هایی که در مورد احتکار سالها کردند در سالهای گذشته تحت عنوان بگیر ببند کسانی که وامهای غیر قانونی گرفتن، نمیدونم بدهکاران بانکی، ابر بدهکاران بانکی، همینا رو گفتن دیگه. زندان طویل المدت، مهافرید خسروی رو به خاطر مسائل بانکی اعدام کردن، فاضل خداداد رو به عنوان مسائل بانکی، یعنی حدود 30 سال اینا به عنوان مسائل بانکی اعدام میکنن. قبل از اینها یه کسی بود به نام سید علی موسوی قمی، سال 67 محاکمش کردن، البته ایشون اتهامش در حدود 70 میلیون تومان بود، اون رو هم به اعدام محکوم کردن که بعد اعدامش لغو شد و بعد اومد بیرون و برای خودش داره زندگیشو میکنه.
یعنی میخوام بگم اگر قرار بود که، یعنی بر اساس داده های علمی در سراسر دنیا که در هیچ کتاب قانون، در هیچ کتاب اقتصادی نوشته نشده که اگر برید تو خیابون سکه فروش، دلار فروشی که به قول این دوستمون رو هم رفته 118,000 دلار دارن، دلارشون بگیرید یا بزنیدشون یا اعدامشون بکنید یا از سقف آویزونشون بکنید، قیمت دلار تعدیل میشه یا اقتصاد تکانی میخوره. تجربه خود جمهوری اسلامی همین رو نمیگه، یعنی بدترین برخوردها شده، بیشترین ملایمت ها هم برای بعضی افراد شده، خیلی جا خواسته خرجی شده، خیلی جا تأخیر شده و نتیجه گرفته نشده. اون چه مهمه ما با حواسمون جمع باشه که این بازی های جمهوری اسلامی به خصوص اگر تا قبل از جنبش اخیر، تا قبل از انقلاب اخیر 4 تا 5 تا هدف جمهوری اسلامی داشت، الان در کنار تمام کارهایی که میکنه یک هدف غافل کردن مردم از اصل انقلابی که باعث جمهوری اسلامی برم در کنارش هست. اینو باید دقت بکنیم و بازی نخوریم. عرض میکنم شما فرض میکنید اگه دلار فردا دلار تو بازار بشه 7 تومن، یعنی واقعا فکر میکنید که در زندگی روزمره مردمی که الان بسیارشون برای نان شب مشکل دارن چه اتفاقی میفته؟ علتش دلیل من میگم که برای اینکه اینها تمام به قول خودشون سفته بازی، کاغذ بازی، تظاهره. ما سرمایه گذاری در کشورمون نیست، نه داخلی نه خارجی. اونایی هم که سرمایه گذاری کردن امنیت ندارن، به همین جهت سعی میکنن که خیلی محدود کار بکنن. حتی حساب‌های بانکی مردم امنیت نداره، امید به آینده بسیار کمه، فضای کشور فضای تیرو تاریکه. به همین جهت اصلا شما حتی میگم از فردا اعلام کنید که دلار اصلا مجانی، هر کس بخواد بره تو بانک هر چقدر دلار میخواد برداره. من چیز فرضی میخوام بگم، ما ایرادهای ساختاری حکومتمون و ناامیدی‌های مردم نسبت به وضعیت فعلی، ساختار کاملا تخریب شده ای اقتصاد کشور، فرهنگ تخریب شده ای کشور، اعتماد از بین رفته. ببینید در یک اقتصاد سالم یکی از اصول بنیانی اعتماد طرف‌های تجاری به هم دیگه است، اعتماد مردم و حکومت، حکومت به مردم. شما کدومی که از اینها رو در اقتصاد ایران امروز می‌بینید؟ در همین جهت میخوام خدمت شما بگم که گاز اشکاور بندازن، تیراندازی بکنن، بکشن، دستگیر کنن، جایزه بدن، اینا تأثیری نداره. این دلار هم بخش عمدهش، من عرض کردم که اصلا قیمت اصلی رو خود دولت تعیین میکنه، البته دولت هم بازم تکرار میکنم بر اساس امکانات خودش، یعنی طبیعتا دولت الان نمیتونه اگر دستش خیلی باز باشه به ضرر خودش هم هست، اگر واقعا وضع ارزی در کشور وضع مطلوبی باشه، چون همش که در اختیار دولت نیست، دولت نمیتونه بیا دلار 50,000 تومان ارزی کنه در شرایطی که در واقع محدودیت وجود داره که به قول آقای شوبری ناچارن یا دلار قلابی برن یا برن پول قلابی چاپ کنن برن عراق دلار واقعی بخرن بیان. تو این شرایط خب طبیعیه که دولت هم باید متناسب با وضعیت بازار. اما میخوام خدمت شما بگم که قیمت اصلی با اینکه شما فکر کنید چطور میشه گرفت در کابل، بغداد، تهران، دبی مثلا با تفاوت ها تو مثلا 40,000 تومان با تفاوت 200 تومان قیمت دلار مثل همه در همه صرافی یه قیمت یکی میشه. این تجربه‌ای که من اینم بگم دیگه عرضم تموم کنم، قبلا گفتم سال 81 من خودم 82 اینو تجربه کردم که رفتم به کروبی گفتم و کروبی در مجلس در مورد اسکلای غیرقانونی صحبت کرد، من رفتم سرا همین حضور ماشین لباسشویی و گاز بخرم برای خونمون، دیدم تمام مغازه ها قیمتشون یکسانه، خیلی عجیب بود. فقط یک مغازه مثلا اگه شما نکنم مثلا 110,000 تومان قیمتی که من گرفته بودم، یه مغازه میگفت 107,000 تومان. مغازه اول به من گفتش اگه رفتی جای دیگه، ظاهرا چون میدونستن دیگه، گفت اگه رفتی جای دیگه ارزون تر بود بیا، من حرف خودتو قبول دارم، هر قیمتی بود بدونم. من برگشتم گفتم آقا چون من به شما اینو گفتم یه مغازه 107 تومان، گفت کدوم مغازه؟ گفتم فلان مغازه. یود دیدم آیفون زد، گفت حاجی یه دقیقه بیا پایین. دیدم یه آقای برادری از پله اومد پایین، قشنگ از چهرهای مقدس سپاه، سلام علیکم به من کرد، گفتش که حاجی عباس داره اینو میده 107,000 تومان. یعنی میخوام بگم کنت همیشه در کنترل خودشونه که ماشین با مادرن 107,000 تومان، حالا بعد اون وسیله رو بعد سر اون عباس بدبخت چوردن من نمیدونم. میخوام خدمت شما بگم که اینها کاملا وقتی میگم ماشین لباسشویی یا گاز اینطوری کنترل شده است، حساب کنید در دلار هم که قطعا اینطوره. ولی ما وظیفمون چیه؟ وظیفمون اینه که اولا به مردم هشدار بدیم جمهوری اسلامی که باشد همینه، و ضمناً بازی نخوریم. این بازی بازی داخل خود حکومت، بخشش میتونه حتی تصفیه حساب های داخلی حکومت باشه، بخش تصفیه حساب حتی قالیباف با رئیسی باشه، اینا رو از چشممون مخفی نمونه. درگیری ها خیلی بارست، قالیباف به شدت عصبانی از اینکه دو بار اومده بیاد جلو رئیس جمهور بشه، به خاطر رئیسی پسش زدن و تلاشش هم کرده. اتفاقاتی که کینه ای که قالیباف سر قضیه سیسمونی گیت از داماد و برادر داماد رئیسی داره، اینا چیزایی که میگم در یک سیستم حکومتی که اینطوری خان خان بازی نه قانون، کینه های شخصی خیلی اثرگذاره. به همین جهت بازی بازی ما نیست، اما زیان دیده این بازی ما هستیم.
باید مراقب باشیم. اصل قصه اینه که حواسمون از اون چیزی که داره میتونه به صورت ریشه همینا رو حل کنه، یعنی این انقلابی که مردم دارن با خون خودشون 110 روز زندگی ازشون، از اون غافل نشیم، تمام همتمون رو این بگذاریم. حتی اگر در مورد دلار هم صحبت میکنیم به مردم یادآوری کنیم که این هم بخشی از پیامدهای حکومت خامنه ای، این هم بخشی از پیامدهای یک حکومت فاسدی که مردم به حق دنبال سرنگونش هستن. خیلی متشکرم. خب دوستان خسته نباشید، به پایان این محتوا رسیدیم، امیدوارم که مورد رضایتتون واقع شده باشه. سعی میکنیم که محتوای آینده رو خیلی زود خدمتون تقدیم بکنیم. در مورد علی خامنه‌ای گفتگوی مفصلی مجتبی واحدی داشت، اون رو حتما سعی میکنیم به زودی خدمتون تقدیم بکنیم. در مورد علی علیزاده محتوای مفصلی رو آماده کردیم و هنوز یه مقدار دیگه کار داره. حتما در مورد علی علیزاده، این عنصر نامطلوب، حتما بیشتر صحبت خواهیم کرد و امیدوارم که مثل همیشه حمایت بکنید از محتواها و خود کانال. لطف کنید که لایک کنید و با لایک کردنتون از کانال خودتون حمایت بکنید و اون دوستان که میخوان به کانال کمک مالی بکنن و دونیت بکنن، میدونن با فشردن گزینه تنکس میتونن که این کار رو بکنن. دیگه بیش از این سرتون رو درد نمیارم. مثل همیشه پاینده ایران عزیزمون، بدرود.